سلام به روی ماهتون، ببینین چی آوردم براتون. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. بریم با هم این ژله خوشگل رو درست کنیم که جون میده برای شب یلدا. یلدا رو بتره کنیم. خلاصه از ژله آلوورا استفاده میکنم که یک ژله شفاف و بیرنگی هست. پودر ژله رو با 2 لیوان آب جوش حل میکنم. دیگه نمیام 1 لیوان آب جوش 1 لیوان آب سرد. اگه از اول با 2 لیوان آب جوش پودر ژله حل بشه، دیگه نیازی نیستش که روی بخار کتری ذرات ژله رو حل بکنم. من میخوام از این تیپ لیوانا استفاده کنم. با لیوانای استوانه هم خیلی شیک میشه. زیاد لیوانا رو پر نمی کنم. یه بند انگشت جا میذارم. دوستای عزیزی که در حال تماشای ویدیو هستید، لطفاً لایک کنید، نظر بدید. نظرات شما منو خیلی خوشحال میکنه. میذارمش توی یخچال تا نیم بند بشه. ژله باقی مونده رو بیرون یخچال نگهداری میکنم تا نبنده. هنوز باهاش کار دارم. حالا ژله نیم بند شده آماده است که روش کار بشه. اگه بخوام ژله حباب دار به نظر بیاد، چنگال رو به این صورت داخل ژله حرکت میدم. اما من ساده رو بیشتر میپسندم. در آخر میخوام با این انارای خوشگل تزیینش کنم. به این کار میگن گل کردن انار که آموزشش رو توی کانال گذاشتم. توی دیسکریپشنم لینکشو میذارم. خیلی آروم و با حوصله دونه های انار رو با چنگال به داخل ژله هدایت میکنم. کنجکاوم بدونم قصد دارید چه میوه‌هایی رو داخل ژله استفاده کنید. توی کامنت برام بنویسید. دوستای عزیزم، شما میتونید با عضویت در کانال و نظر دادن از من حمایت کنید. به هم ریختگی روی ژله رو با کمی انار و ژله میپوشونم. اگه خوشتون اومده ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اون ژله ای رو که بیرون یخچال نگه داشته بودم و میریزم روی انارای دون شده. دوباره میذارمش توی یخچال تا کاملا ببنده. روی ژله کاملا بسته. با این انارای خوشگل تزیینش میکنم. با برگ کاج تزیین رو کامل میکنم. این درخت کاج نعمتیه تو حیات خونمون. اگه سوالی براتون پیش اومده از من بپرسید. خوشحال میشم جواب بدم. فراموش نکنید که بعد عضویت در کانال زنگوله رو روشن بکنید که اولین نفری باشید که ویدیوی من رو تماشا میکنید.